رئیس اتحادیه هتل‌های شهر مقدس کربلا روز چهارشنبه 1 شهریور از تکمیل شدن ظرفیت 100% هتل‌های این شهر خبر داد و گفت زائرانی از 80 تا 90 کشور جهان هم‌اکنون در کربلا حضور دارند. رئیس این اتحادیه به رسانه‌ها گفته کربلا 1000 هتل توریستی و عمومی دارد که به طور رسمی ثبت شده و 600 مورد از این هتل‌ها از عالی تا 4 ستاره هستند. وی در ادامه افزود اقامتگاه های باقی مانده در شرایط موجود در کربلا فقط شامل مهمانسرای خصوصی غیر ثبت شده و خانه های مردمی است. به گفته او زائرانی که به این شهر رسیدند از حدود 80 تا 90 کشور هستند و بیشتر آنها از کشورهای ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا، آمریکا و شرق آسیا آمدند. لازم به ذکر است که آیت الله العظمی شیرازی در سخنرانی شام غریبان سال جاری فرمودند خدای متعال در قرآن کریم مسلمانان را به آموختن بعضی صفات غیر مسلمانان توصیه می کند و در راه زیارت اربعین نیز باید برخی چیزها را از غیر مسلمانان آموخت. گروهی از غیر مسلمانان برای برخی از مناسبت‌های دینی خود تسهیلات فوق‌العاده از جمله رایگان شدن ویزا و گذرنامه و ارزان شدن هتل و سایر نیازهای شرکت کنندگان را در نظر می گیرند. ایشان به حکومت عراق و سایر کشورهای مسلمان توصیه فرمودند برای زیارت اربعین امام حسین از غیر مسلمانان بیاموزند و هر آنچه به زیارت اربعین مربوط است را رایگان کنند. معظم الله تأکید فرمودند اکنون که مردم عراق بخش عظیمی از اطعام رایگان را برای زائران فراهم کردند حکومت عراق و تاجران بزرگ نیز سایر نیازها را برطرف کنند. از مهمترین نیازهای زائران اربعین هتل و محل اسکان و تأمین وسایل حمل و نقل است که همگی باید رایگان باشد. آیت الله العظمی شیرازی همچنین ضمن توصیه به اهتمام همه جانبه برای تأمین تمامی مسائل مورد نیاز زیارت اربعین امام حسین فرمودند با مطالبه گری های مکرر برای رایگان شدن حمل و نقل و هر آنچه به زیارت اربعین مربوط است از جمله تأمین محل اسکان زائران باید تلاش شود تا موافقت دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی جلب شود.